و بالاخره مراسم اسکار 2024 اجرا شد. سلام دوستان، خوش اومدید به فیلمولوژی. من امینم. ما اینجا درباره فیلم و سریال صحبت میکنیم. اگه به این محتوا علاقه دارین یادتون نره چنل رو ساب کنید، نوتیف رو هم بزنید تا با ما خیلی زود از اخبار سینمای ایران و جهان با خبر بشید. و اما بریم سراغ لیست اسکار 2024 که قاعدتاً فیلم‌های 2023 رو بررسی کردن و بهشون جایزه دادن. من این لیست رو به ترتیب همون ترتیبی که سایت اسکار منتشر کرده میخونم براتون و یه کمی مرورش میکنیم، درباره‌شون صحبت میکنیم. لیست نامزدهای اسکار رو هم چند وقت قبل توی ویدیو معرفیشون کرده بودم، همشون رو ریویو کرده بودم. لیست خسته کننده ای بود، اما امروز با لیست برنده ها سرکار داریم، با بهترین ها سرکار داریم. بهترین بازیگر نقش اصلی مرد رو کلین مورفی برد با فیلم اوپنهایمر، که خب حقش هم بود، چیزی غیر از این میشد سورپرایز میشدم و واقعا حقش بود. کلین مورفی خیلی خوب بازی کرد این نقش رو. و اما بهترین بازیگر نقش مکمل مرد رو رابرت دنی جونیور برد. واقعیتش این که تا قبل اینکه پورسینگ رو ببینم من این جایزه رو حق رابرت دنی جونیور میدونم، یا رابرت دنی رو. ولی بعد از اینکه پورسینگ رو دیدم، مارک رافلو واقعا یه جور دیگه ای بازی کرد، یعنی یه لول با بالاتر از بقیه نامزدها بازی کرده بود و من به شخص اگه خودم بودم این جایزه رو از سر علاقه به مارک رافلو میدادم. حالا خب تو اسکار این اتفاق نیفتاد. بهترین بازیگر نقش اصلی زن رو اما استون برد برای فیلم پورسینگ، که واقعا حقش بود. ویدیوی بررسیش هم داریم توی چنل، حتما برید ببینید. واقعا حقش بود چون نقش سختی رو بازی میکرد، نقش یک کودک رو تو قالب یه زن بالغ بازی میکرد، واقعا سخت بود. 5 حالت فیزیکی رو ایشون گذروندن توی فیلم و اوایل اصلا ضعف عضلانی داشتن، باعث این بازی رو انجام میداد، اجرا میکرد، واقعا سخت بود. بعد رشد میکرد و حالتهای دیگه ای رو میدیدیم از کاراکتر بلا. واقعا نقش سختی بود و به نظرم حق اما استون بود. و خوشحالم که این جایزه به مارگو رابی نرسید سر فیلم باربی، چون واقعا حقش نبود. به نظر من زیادی بزرگ کردم باربیو. و بعدش بهترین بازیگر نقش مکمل زن رو دواین جو رندلوف برد و در کل ایشون رو دوست دارم. خاطره‌ای که از فیلمایشون دارم بیشتر مربوط میشه به سریال آیدل. به نظر من یکی از اون دو زنی که توی می دسامبر بازی میکرد هم میتونست این جایزه رو ببره، ولی حالا اتفاق بود که افتاد. و اما بهترین انیمیشن، The Boy and the Heron از میازاکی. بعدیش اینه که این انیمیشن هنوز نیومده متاسفانه که ما ببینیمش. توی این لیست نامزدها اسپایدرمن رو هم داشتیم که جالب بود، من اونقدر ازش خوشم نمیاد، اما خب انکار نشدنیه هنری که توی اسپایدرمن هم بود. ولی دور از تصورم نبوده جایزه که آیا میازاکی برده بابت این بهترین انیمیشن. فقط اکاش این که قبل از اعلام برنده ها منتشر میشد به صورت عمومی تو سطح اینترنت، ما هم میدیدنش. و اما بهترین فیلم برداری برای اوپنهایمر شد و به نظرم یه ذره شبیه باربی آقای نولان توی تبلیغاتش برای ویژوال افکتاش و CGI اون دوربینایی که استفاده میکنه کلن یه ذره زیادی بولد شدن آقای نولان. و به نظرم پورسینگ هم فیلم برداری خیلی خوبی داشت. حالا امکانات خیلی مهم نیست، بیشتر اون رندرش، اون اکسپورتش مهمه، اون نتیجهش مهمه دیگه. و به نظرم آقای نولان بیشتر مارکت دستش بوده تا تونست این جایزه رو ببره. با اینکه حالا اوپنهایمر هم خوب بوده ها فیلم برداریش، ولی خب پورسینگ هم از نظر فیلم برداری واقعا قابل توجه بوده، میتونست رقابت کنه با اوپنهایمر. و اما بهترین طراحی لباس که حرفی توش نیست برای پورسینگ بودش. قبل از دیدن پورسینگ باربی رو تا حدی میتونستم تو ذهنم داشته باشم، اما بعد از اینکه پورسینگ رو دیدم واقعا برام قابل حدس بود، غیر از این بود سورپرایز میشدم. ولی مشکلی که هستش اینه که خب نمیدونم حالا بر چه اساسی یه کارگردان تصمیم میگیره اکران عمومی تو سطح جهان داشته باشه، تو سطح اینترنت داشته باشه، ولی خب این باگ وجود داره دیگه. اوپنهایمر و باربی همزمان اومدن، یه موج ایجاد کردن و خب یه به قول اثر دانینگ کروگر بر ما ایجاد شد. فکر میکردم این دوتا اثر بهترین اثرهای 2023 هستن، ولی بعد از اینکه پورسینگ اومد خیلی چیزا رو توی ذهن من تغییر داد. کاش اینکه این زمان پخشه یه ذره پر ریسک تر انجام میشد و آقای یورگوس لانتیموس این ریسک رو میپذیرفت که همزمان با اون دو فیلم خودشون رو اکران عمومی میکردن تو سطح اینترنت و ما هم میدیدیمش. اگر اون موقع پخش میشد باربی انقدر معروف نمیشد، انقدر بهش توجه نمیشد.
به نظر من. اما بهترین کارگردان کریستوفر نولان برای اوپنهایمر و بهترین تدوین رو هم اوپنهایمر بردش. و اما بهترین فیلم بین الملل Zone of Interest، منطقه تحت نظر، که ما معرفی و بررسیش هم داریم تو چنل و به نظرم حقش بوده این فیلم. یه فیلم دیگه هم که اسپانیایی بوده Society of the Snow، به نظرم فیلم قابل توجهی بوده، اما بازم منطقه تحت نظر از نظرم یه لول بالاتر از اون فیلم بود و حقش بود جایزه‌ای که برد. بهترین گیریم برای پورسینگ بود، طبیعیه، اصلا چیز قابل پیشبینی بودش. بهترین موسیقی متن اورجینال رو هم اوپنهایمر بردش و بهترین موسیقی اورجینال رو هم بازم اوپنهایمر با موسیقی بیلی آیلیش برنده شدش. اما بهترین فیلم هم قابل حدس بود اوپنهایمر، که جایزه بهترین فیلم رو به تهیه کننده ها میدن. خب اسم خود کریستوفر نولان هم جزو تهیه کننده ها بوده و قاعدتاً جایزه بهترین فیلم رو برده. و اسکار بهترین طراحی صحنه هم رسید به فیلم پورسینگ، در حق حقش بوده. بهترین انیمیشن کوتاه، من انتظار داشتم که خانم یگان مقدم برنده بشه، با اون که انیمیشن کوتاهی که نامزد بودن و هیچ کدومون ندیدم و دنبال اوریونیفورم خانم یگان مقدم گشتم ولی پیدا نکردمش، فکر کنم منتشر نشده. ولی خب متاسفانه ایشون نبردن جایزه رو. گودزیلا برنده بهترین ویژوال افکت شد، بهترین جلوه‌های ویژه، که خب عوامل و کارگردانش دربارش صحبت هم کرده بودن که با خرج خیلی کم این صحنه رو به وجود آوردم و ارزشمند به نظر من، این جایزه حقش بود. بهترین فیلم نام اقتباسی رو امریکن فیکشن برد، داستان آمریکایی، و به نظرم پورسینگ و اوپنهایمر هم میتونستن، حالا بخیل نیستیم که امریکن فیکشن هم یه جایزه بگیره. و اما بهترین فیلم نامه اورجینال غیر اقتباسی هم برای آناتومی یک سقوط بود، که خیلی جالبه بدونید این فیلم رو فرانسه کنار گذاشت، کارگردانش به صورت مستقل این فیلم رو ساخت و آورد بالا و نامزد شد تو بخش‌های مختلف و یه اسکار هم برنده شد. ارزشمنده، خوشحالم براش. فیلم‌هایی که برنده اسکار نشدن، یعنی هیچ جایزه اسکار نبردن، یکیش پست لایف بود، زندگی گذشته، و یکی هم باربی، جزء فیلم‌هایی بودن که به نظرم میتونستن جای یه جایزه رو تو اسکار داشته باشن. اما لیست به طور کلی لیست عادلانه ای بود، لیست برنده ها. خوشحالم برای برنده های اسکار 2024. امیدوارم که لیست اسکار 2025 هم یه لیست سنگین مثل لیست این اسکار باشه و امیدوارم که اون موقع هم من باشم با هم دیگه بررسی کنیم لیست اسکار 2025 رو. خیلی ممنون که تا اینجا ویدیو همراه ما بودید، امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. یادتون نره لایک و ساب کنید. تا ویدیوهای بعدی، فعلا خدا نگهدار.